صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا غريب الأوطان، صلى الله عليك يا مولاي يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء، فيا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، خصوصا أخيك أبا الفضل العباس وأختك الحوراء زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابر بهارم يا ابن زهران، تا کی ببارم يا ابن زهران، ابر بهارم، ابر بهارم.
ای آخرین مسافر دنیا کجایی؟ ای یوسف صحرایی زهرا کجا؟ ای آخرین مسافر دنیا کجا؟ ای یوسف صحرایی زهرا. شاه نظر به ما کن. گفتم اول یه خورده حرف بزنیم بعد روزه بخونیم. ها زود سراغ روزه. آقا که دلش خونه صبح تا شب. شاه نظر به ما کن، لطفی بر این گدا کن. خیلی دعاش قشنگه، خیلی دعاش قشنگه. به اعتبار امام حسین انشالله مستجابم هست. دستاتونو بیاریم بالا همتون. شاهان نظر به ما کن، لطفی بر این گدا. در یک قنوت وترت آقا ما رو دعا. همون یه بار که گفتی شنید، نگفته شنید، انشالله اجابتم شد. بگیم یه بار دیگه خودمون لذتشو ببریم. شاه نظر به ما کن، لطفی بر این گدا. در یک قنوت وترت، در یک قنوت وترت آقا ما رو دعا. یبن الحسن کجایی؟ یبن الحسن کجایی؟ یبن الحسن کجایی؟ یبن الحسن کجایی؟ دیگه اینجوریه دیگه آقا، خجالت هم میکشم بهت بگم، اما همیشه اینجوری بوده. وقتی مهمون از میزبان روی باز میبینه، من خودم رو عرض میکنم، شماها عزیزای دل مهدی هستی، پر رو میشه دیگه، ای توقع پشت توقع. حالا که شما آقایی کردیم، من پر رو شدم. آجم دلم هوای دیدنت کرد. چه حرفا تو؟ دلم هوای دیدنت کرد. یا طلعت رشید برگرد، ای روشنی بخش دلم تو آفتابی. کی می شود بی پرده بر دنیا بتا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المقام. خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنیم بر این نعمت، بر این نعمتی که حقیقتاً آن به آن اگر شکرش کنیم باز هم کم است. اینکه سحرهای ماه مهمانی خدا در بین الحرمین هست، در کربلا هست. صدای ما را از شبکه جهانی امام حسین میشنوید، از بین الحرمین، بهشت روی زمین. امیدوارم که طاعات و عبادات شما بندگان الهی تا این ساعت و لحظه مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه، که شده، حتما شده. اون درگاه، اون حرفایی که در این چند شب زدیم، درگاهی است که خیلی ساده تر، خیلی راحت تر ما را قبول میکنه، قبول میکنه،
تو مگو ما را بر آن شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. وقتی کسی که بر او وارد می شوی کریم است، دیگه هیچ سختی و دشواری ما نداریم. بیش از این که گمان کنی او لطف میکنه، پیش از این که گمان کنیم هم او لطف میکنه. قاعده درگاه الهی اینطوره. حرفهای دیشب اگر خاطرتون باشه به این مضامین رسیدیم که اللهم ان عفوك عن ذنبي، بار الها این بخشش تو گناهان مرا، و تجاوزک عن خطیئتی، این که تو میگذری از خطای من، و صفحک عن ظلمی، این ندید گرفتن تو ظلم و جور من. ندید گرفتن درس کردیم، صفح از تجاوز و عف به مراتب بالاتر. برس کردی در عفو ندید گرفتن با صف فرقهایی هست که اینها رو خدمت شما عرض کردی. اما حالا تو دعای افتتاح این مقدمات را حضرت بقیت اللهی برای چه مطلبی دارن میفرما دقت کنی. و سترک علا قبیح عملی و حلمک عن کثیر جرمی، خدایا تو ستاری، تو پوشاندی اون زشتی های عمل مرا، تو پوشاندی. عرض کردیم اب وقت عبادت در تواضع صرف میاد، کاملا تواضع میکنه، این رسم بندگیه، این زیبایی بندگیه که وقتی کسی میخواد اظهار تضرع کنه که انه تمام گناه های عالم رو از خودش میدونه و تمام خوبی هایی که وجود دارد رو از معبود. این رسم عشق بازیه. اونایی که اهل وادی عشق و محبتن کاملا درک میکنن این مطلب رو. همه ی خوبی و کمال رو از محبوب میدونه و تمام نقص و بدی رو از خودش میدونه. ناخواسته عجب حرف قشنگی به زبونم جاری شد که میگم ناخواسته، چون اصلا بنا ندارم تو این زمینه صحبت کنم امشب، ولی رزق دیگه، رزق من برای گفتن و رزق شما برای شنیدن، به لطف این دو آقای بزرگوار که ما بینشون ایستاده. چی دارم میگم؟ میگم عبد حقیقی وقتی در مقام تعبد نشست، وقتی سجده تعبد کرد، وقتی تضرع کرد، از لوازم محبت، از لوازم معاشقه اینه که خودش رو مقصر میداند و محبوبش را بری از هر خلل و نقصی. همه خوبی از آن توست و همه بدی از آن من. این چیزیست که اولین قدم در معاشق است، اولین قدم در حب و محبت است. درست؟ این مقدمه رو که تو ذهنتون داشته باشیم، این مقدمه که جا بیفته برای ما، یکی از اسرار عالم برای ما تا حدودی معلوم میشه. کدوم سر؟ این سری که پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و حضرات اهل بیت و انبیاء سلف علی نبینا و آله و علیهم السلام با اینکه صاحب مقام عصمت هستند، با اینکه هیچ خطا و گناهی از آنها سر نمیزند، چرا در مقام استغفار می نشستند؟ برای چه استغفار میکرد پیغمبر ما؟ برای چه قرآن اشاره می کند که پیغمبر تو استغفار کن و استغفر لربک؟ یکی از ادلش اینجاست، این اشد مقام محبته، این اشد مقام عبادته که وقتی خودش رو مقابل او محبوب می بیند
تمام بدی ها را از آن خود میپندارد و تمام خوبی ها را از او. حواستان هست چی از اون؟ این عشق بازیه، این محبته. وقتی در مقام عبادت نشسته است، همه خوبی را از آن محبوب میداند و همه بدی را از آن خود. ادب عبادت اینه، ادب عبادت اینه. این مال اون مقام، مال مقام معصومینه. اما در مقام ما، در جایگاه ما بنده ها، خب درستی که با هم نداریم، بالاخره یه چیزایی از ما سر زده، خطاهایی سر زده. هیچ چیزی که سر نزده باشه، غفلت از یار که از ما سر زده. چه وقتها و زمانهای ما غافل از ولیمون بودیم، غافل از امام زمانمون، غافل از امیر عوالم علی بودیم. این خودش خطایی بود، خطای بزرگی هم است. حالا در دعای افتتاح می‌فرماد ستر کن، این ستر تو، این که پوشاندی قبیح عمل من رو، بدیهای عمل من رو. اگر خدا ستار نبود چه به حال ما؟ امیر المؤمنین در یک کلامی فرمودن لو تکاشفتم، اگر پرده از روی شماها کنار می‌رفت، اگر واقعیت شماها معلوم شد، اما تدافنتم، کسی شما رو دفن نمی‌کرد. خیلی حرف عجیبیه، خیلی حرف عجیبیه. اگر خدا ستار العیوب نبود چه به حال ماش؟ خدایا ستاریتت را شکر. خب ستر که علا قبیح عملی و حلم که عن کثیر جرمی، این که تو خدا صبر میکنی، حلم داری بر زیادی گناه من، جرم جنایت من. عندما کان من خطئ و عمدی اطمعنی، حالا این ببینید از چه درگاهی امام زمان وارد شد، ببینید از چه درگاهی دارن به عباد الله یاد میدهن که چگونه وارد شید، چگونه عبادت کنید. میگه خدایا این خوبی تو، مهربونی تو، بزرگی تو، ستر تو، حلم تو باعث شده است، به من اطمینان داده است که دوباره بیایم در مقابل تو زانو بزنم و دست تضرع بالا کنم و از تو سوال کنم، مسئلت کنم، ای که من دوباره در خونه تو اومدم از خوبی تو. خودمونی بگم، که ما کربلا ایستادیم از خوبی این آقاست، از خوبی این آقاست. خودمونی تر بگم، طور نیست. شه خیلی زیبا گفته، شه بدانست، شه بدانست که من بی خردم، با همه بی خردی می خردم، با همه بی خردی می خردم. این خریدن ابی عبدالله زوار رو، این خریدن آقا قمر بنی هاشم زوار رو، دلیلش کرم و جود و حلم و بزرگی خود آقا سید الشهدا است. نه اینکه من فکر کنم عددی هستم در وادی عبادت الهی، همش بزرگی اوست، همش بزرگی اوست. به این نکته دلم میخواد همیشه فکر کنیم، هر وقت نشسته ایم در مناجات، هر وقت نشسته ایم در عبادت، به این نقطه فکر کنیم تو آقایی که مرا در خانه ات راه داده ای. اگر به من است که اصلا من کجا و درگاه ملک پاسبان تو کجا، من که باشم که بران خاطر عاطر گذرم، لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم. این اول قاعده عبادته، این اول قاعده مناجاته که عبد خودش رو هیچ بداند و معبود را همه چیز. این نجات میده از عجب، این نجات میده از سمعه. ما بیشتر
در صفات رذیله ریا رو میشناسیم، عمل برای غیر کردن، ولی عجب و سمعه رو کمتر باش آشنا هستیم. گاهی چیزا باعث عجب میشه، عجب خیلی بده. گاهی چیزا باعث سمعه میشه، سمعه خیلی بده. اگر به همون اندازه ریا بد نباشد کمترش نیست. بعضی از اهل فن اخلاق گفتن که بلکه بدتر از ریاست. میخوان بگم یعنی چه؟ حالا بذار بگم سمعه و عجب یعنی چه. ریا عملی است که شخصی برای غیر انجام بده، نستجیر بالله، مثلا نماز بخواند، یه جوری این کلمات نماز رو، سوره حمد و قل هو الله رو یک جوری ادا کند که کنار دستی ببیند، مردم ببینن و لذت ببرن، بخواد به دیگری بگه من این طوری دارم عبادت رو. عجب، عجب چیزیست که عمل رو انجام میدهد، کنار او هم کسی نیست برای دیدن، ولی خودش درون خودش لذت میبره که من چنین کسی هم که نماز شب میخونم. خودش از عمل خودش لذت میبره. این خطره. سمعه چیه؟ سمعه اینه که انجام میده عمل، عمل خوب رو انجام میده و در نیتش اینه که بعدها اگر کسی شنید که مثلا من نماز شب میخوانم بگه چه آدم خوبی بودین، چه شخصیت ممتازی داشت، اهل نماز شب بود. این سمعه است، یعنی شنیدن دیگران بعدها. هر سه اینها رو گفتن مبطل عمله، هر سه اینها مقابل اخلاصه. حالا این مقدمه رو گفتم برای این که حلم حضرت حق، ستاریت حضرت حق، عفو حضرت حق، تجاوز از خطیعه حضرت حق، صفح حضرت حق باعث این نشود که من فکر کنم که عددی هستن در درگاه الهی. خیر، تازه باید بیشتر تضرع کنم. تو به این همه جلالت، تو به این همه بزرگی، تو به این خوبی هستی، نه اینکه من کسی هستم. همه این خوبی ها به من اجازه داده است که دوباره بیایم در درگاه تو بنشینم و طلب حاجت کنم. میان برنامه اگر مهیاست ما هم ببینیم. غلط کردم آقا، ما سادگی کار دست من داده، هم نشین بعد از تو دورم کرد، لطف بیش از حد شما امروز، بنده سرکش و جسورم کرد. آقا سیب سرخ هوس فریبم داد، دلم از کردش پشیمان است، عذر تقصیر پیشت آوردم، مهربان بخشش از بزرگان. کجا می شود فرار کنم، بدتر از متهم زمین خوردم.
بزنی. نزده من خودم زمین خوردم. آبرو دستای مرا دوباره بگیر تا بفهمم که دوستم داری. شدم جنس کهنه بازار، ره گذر دوست داشتن ها نخرد. کاش از اول ضرر نمی کردم، هیچ کس غیر تو مرا نخرد. تو نمی افتم، نه من از چشم تو نمی افتم. تا حسینی و کربلایی هست آقا با آقا، آبروی مرا نخواهی بود تا که عشق امام رضایی روسیا هم صدا نخواهی کرد، پای من را قلم نخواهی کرد. صلی الله علیک یا مولای ابا عبدالله. حقیقتا لذت ببرید بیننده محترم از این منظره به این زیبایی، لذت ببرید. همینطوری که من دارم زمزمه میکنم این مفاهیم و در مناجات، شما هم دست ادب به سینه بذارید. محضر دریای ادب، کان معرفت، آقا قمر بنی هاشم. این حرفایی که زدم جلوه تمامش در این آقا هست. عرض کردم وقتی که محب به محبوب میرسد همه تضرع میکند، همه وجودش تضرع است. این آقا مصداق این مطلب است در کربلا، تمام وجودش تضرع نسبت به آقا سید الشهدا، تمام وجودش در خدمت امامش سید الشهدا. در مقام قمر بنی هاشم به وقتش هم صحبت کردم و هم انشالله باز خواهم گفت. پس به اینجا رسیدیم، این که حضرت حق جل و علا، این که خداوند تبارک و تعالی، این که ارحم الراحمین عفو می کند، می گذرد، ندید می گیرد، صفح از عمل ما دارد، باعث این نشود که من فکر کنم کسی هستم، من فکر کنم به قوله امروزی ها عددی هستم. اینجا جاییه که شیطان وارد میشه. بله حواسم هست چی دارم. اینجا دقیقا جاییه که شیطان وارد میشد بر عباد خدا. شیطان به او میگه ببین تو چه آدم خوبی هستی که نشسته ای نماز شب میخوانی، ببین چه آدم خوبی هستی که نشسته ای داری مناجات میخونی، روزه میگیری، نماز میخوانی. اینها جایی که شیطان وسوسه میکنه. شیطان ما رو میندازه توی وادی عجب، شیطان ما رو میندازه توی وادی ریا، سمعه. پناه به آقا قمر بنی هاشم میبریم،
از ریا و سمعه و خوش. پناه با آقا سید الشهدا میبریم از این صفات رذیله. خدای نکرده گاهی وقتا عبادات انقدر حجاب برای ما نشد که خودمون رو بهتر از اطرافیان بدانیم، خودمون رو بهتر از اطرافیان ندانیم. اگر یک لحظه اینطور شد که فکر کردیم بهتر از بقیه هستیم، همان جاییست که خدا ما رو امتحان می کند. چه امتحانهایی و چه کسانی در این امتحان رد شده. ببینید، بیرو در روسی حرفی رو بزنم، گناهی که خدا ازش هرگز نمیگذره، از گناهایی که خدا هرگز از اون نمیگذره، کبره. حق جل و اعلا نسبت به کبر، به تکبر خیلی سخت گیری میکند. در روایات اومده. چرا؟ چون اول معصیت، اول نافرمانی که محضر جلال حق شد تکبر بود. کجا؟ وقتی که به شیطان گفت سجده کن، شیطان تکبر کرد. شیطان تکبر کرد. خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدایا تو مرا از آتش خلق کرده ای و او را از گل خلق کرده ای، من جنس اشرفم، چگونه برای او سجده کنم؟ ببینید تکبر کرد، گمان میکرد که جنس آتش از جنس خاک و گل اشرف است. کبر کرد. خدا او را راند، از درگاه خودش دور کرد. ابلیسی که انقدر امروزی ها میگن رزومه، کارنامه عملش پر از کارهای خیر بود، ابلیسی که از بنلجان بود، یعنی جنس شیطان، جنس ملک نبود، جنس جن بود، به قدری جن خوبی بود که خدا به او اجازه داده بود که به آسمان ها بیاید و در برخی روایات گفتند که خطیب ملائکه بود، یعنی برای ملائکه خطابه می کرد. کبر او کاری با او کرد که رانده شد از درگاه خدا. خب خدایی نکرده این عبادات برای ما کبر نیاره. اگر به لطف آقا سید الشهدا، خودم عرض میکنم، اول مخاطب این حرفا خودمم، اگر به لطف آقا سید الشهدا جایی وارد شدیم، دو نفر بهمون سلام کردن، دو نفر جلو پامون ایستادن، چه میدونم چای توی سینی برامون آوردن، بالای مجلس جامون دادن، یه وقت نگیره اون کبره، اون کبره یه وقت نیاد سر وقتمون. اگر اون کبره اومد سر وقتمون، تمام، همش خراب. بعضی حرفا رو اینجا باید بزنم ولی مقدمه میخواد. حالا میگم، من توکل به خدا، در روایتی داره، یک گوشه ای از روایت رو اشاره میکنم، حضرت صادق مصدق سلام الله و صلواته علیه فرمود که دو نفر با هم وارد مسجد شدن، یکی عابد و دیگری فاسق، وارد مسجد شدن، در مسجد قدری تأمل کردند و نشستن لحظاتی، بعد که بیرون رفتن کاملا برعکس شد. اون عابد جهنمی شد و اون فاسق بهشتی شد. از حضرتش پرسیدن آقا چطور ممکنه؟ چه شد مگه تو مسجد؟ حضرت فرمودن این دو نفر هر دو در درگاه الهی نشستن برای عبادت. فاسق نشست، عابد نشست. عابد پیش خودش حدیث نفس کرد که من بهترین کسیم که در عالم هست، من بهترین کسیم که اطرافیان هست، من عبادات دارم، من روزه گرفتم، من نماز اول وقت، من ختم قرآن دارم. کبر و غرور را گرفت. به عکس آن فاسق سر به سجده گذاشت و گفت خدایا من هیچی ندارم، هیچی ندارم، فقط پشتوانم رحمت و مغفرت توی خداست. کاملا این دو جاشون عوض شد. عابد به خاطر کبرش جهنمی شد و فاسق
به خاطر تضرعش بهشتی شد و از نو شروع کرد به اعمال. این سرزمین که ما وایستادیم، این سرزمینی که انشالله در آینده نه چندان دور میاید و زیارت میکنید، شاهد این موارد در طول تاریخ بوده. چه کسانی که از این درگاه حرم داخل رفتن و بیرون آمدند و یک آدم دیگه شدن، کس دیگه ای شدن. چه اشخاصی که از این درگاه وارد شدند و بیرون آمدند، بهترین زمان خودشون شدند. یه بار دیگه همین جمله رو گفتم، کربلا کیمیاگری میکند، کربلا اکسیر اعظم است، کربلا کبریت احمر است، با حقیقت وجود بشر رو رو میکنه. کربلا اگر کسی بیاد معلوم میشه یزیدی است یا حسینی. این خاصیت کربلاست. یا ابا عبدالله شما مدد کن، آقا جان شما مدد کن که حسینی باشیم و حسینی بمیریم. برگردم توی مناجات، و عرفتنی من قدرتک و عرفتنی من اجابتک فصرت و ادعو که آمنا. خدا با این بزرگی و رحمت و غفرانی که از تو دیدم، من شروع کردم دعا کردن در درگاه تو و با امنیت، ادعو که آمنا. این امنیتی که من در دعا دارم به علت عفو و رحمت و گذشت توست. ادعو که آمنا و اسألو که مستعنسا. سؤال از تو کنم، مسئلت از تو کنم، نه مسئلت ساده. دقت کنید بیننده محترم، نه مسئلت ساده. اسألو که مستعنسا، مثل کسی که به تو انس دیرین دارد دارم تو رو میخونم. به 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 از این همه کرم و رحمت و مغفرت و عفو و صفح و غفران بار الها. انقدر تو غفور و رحیمی که من در خانه تو آمدم، نه این که احساس دوری از درگاه تو میکنم، نه، بلکه مستأنسا با تو انس هم دارم. خیلی حرف زیباییه، خیلی حرف زیبا. و اسألو که مستأنسا. یه درس دیگه هم از این عبارت میگیریم، هر وقت دعا کردی به حال انس دعا کن، هر وقت دست تضرع بالا بردی به حال انس تضرع کن، که انه خدا رو میشناسی، که انه انیس. نمیتونم من نمیتونم بحث به اینجا برسه و اشاره مستقیم نکنم به آن چیزی که هدفه، غرض خلقته، غایت آفرینش. انیسی که اینجا در مناجات میخونیم، یک جای دیگه به ما گفتن الامام، تو روایت علی ابن مسرزا در اصول کافی علیه آلاف و تحیت و تنا باب حجت گفتم، مطالعه کنیم. یک عبارتشه الامام انیس، امام انیس بندگان است، امام انیس بندگان است. در اخبار و روایات این وارد شده، یه وقتی آقا سید الشهدا برای همه اهل بیت هست، برای همه اهل بیت نقش شده. الان من آنچه که راجع به آقا سید الشهدا است میخوام نقل کنم. تمام حضرات اهل بیت این صفت رو داشتن که با فقرا هم غذا میشدن. هم غذا شدن بزرگ با فقیر یک مسئله، نمیدونم چطور بیانش کنم، یعنی واقعا استخدام لغت در این حرکت، واقعا استخدام لغت سخته. هم غذا شدن پادشاه با فقیر، هم غذا شدن ملک با رعیت، هم غذا شدن بزرگ با کوچیک، سراسر لطفه. به خصوص در قدما در تاریخ گذشته
ملوک و سلاطنه و پادشاه ها اصلا کسر شأن خودشون میدونستن که بشینن با فقرا هم قضا بشن، حتی خدمه خودشون رو، حتی کسایی که غلام و کنیز خودشون بودن رو هم جای دیگه میگذاشتن قضا بخورن. اصلا بد میدونستن کسی فقیر باشه، از رتبه جامعه کم باشه و بیاد سر سفرهشون بشینه. ولی حضرات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از صفات بارزشون این بود که با فقرا هم غذا میشدن، با فقرا هم غذا میشدن. در احوالات علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، دیگه روز هشتم، دیگه روز امام رضاییه، امام رضاییه امروز انشاءالله، حضرت به عباسل تهروی فرمودن عباسل مأمون من رو سم داده، اما حرف نزن، بگذار غلام ها و کنیز ها غذاشون رو بخورن، نزدیک نهار اگر بفهمن که من رو مسموم کردن اشتهای اینها کور میشه، دیگه نمیتونن غذا بخورن، بعد از صرف نهار بهشون بگو. حضرت نشستن با غلام ها و کنیز ها سر سفره نشستن و به خودشون میپیچیدند از درد و نگذاشتن غلام ها و کنیز ها ملتفت شن. برگردم، حضرت آقا سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و تنا از جایی میگذشتن، فقرا نشسته بودن غذا میخوردن. حالا غذای فقرای اون روز دیگه از یه تیک نان خشک، نهایتا یه ظرف شیر یا یه مقدار نمک تجاوز نمی کرد، دیگه غالب غذاشون همین بود. اشاره کردن حضرت رو سلام کردن، گفتن یا ابن رسول الله بفرمایید. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه از مرکب پیاده شدن، نشستن بر سر سفره فقرا و با فقرا هم غذا شدن، از غذای فقیران خوردند. تمام اهل مدینه متعجب، این آقا چگونه با فقرا هم غذا شد؟ حضرت خوردن، بلند شدن، گفتن من دعوت شما رو اجابت کردم، الان شما دعوت من رو باید اجابت کنید، فردا شما مهمان منید. تمام این فقرا رو آقا سید الشهدا وعده گرفتن، دعوت کردن در منزل خودشون بر سر خان ملوکانه آقا سید الشهدا، تمام فقرا آمدن، سفره آقا سید الشهدا برای اینها انداخت که تا آخر عمرشون مثل و شبیه و نظیرش رو ندیدن. مفصل از نعم دنیوی بر سر این سفره آقا سید الشهدا گذاشتن، فرمودن مهمانی شما این هم مهمانی من. عزیز من، اگر لطفی کردی به امامت، اگر کاری کردی برای امامت، چنان جبران می کند که در مخیله ما نمی گنجد. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی یه کار خوب کنه ده برابرش رو به او می دهیم. خدا در قصه سید الشهدا این ده رو به 70 برابر بیان کرده، در روایت موسای کلیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام. موسا، اگر کسی یک درهم یا دینار در راه حسینم خرج کند، 70 برابر در دنیا و آخرت به او برمیگردانم. میان برنامه رو ببینیم. ای امید بی کسان، ای یار مظلومان، بیا با ای نجات هستی، گشته انسان، بیا آقای من. فاطمه بین در و دیوار میخواند تو را،
فاطمه بین در و دیوار میخواند تو را، زینب کبرا سر بازار میخواند تو را. ما هم صداش بزنیم یا ابن الحسن، یا ابن یا ابا عبدالله. به خود این آقا قسم، فراز فراز این مناجات رو که برای شما میگم محسوس در کربلا، محسوس در کربلا. یعنی تا نیاین کربلا نمیتونین حسش کنین. اینایی که اومدن متوجه میشن چه عرض میکنن، محسوس در کربلا. همچی که شخصی میاد کربلا زهار آسید و شهدا میشه، فصر تو ادعو که آمنا را درک میکنه و اسألو که مستعنسا را درک کنه. آقا سید و شهدا که انم با تو انس قدیم دارم، همه همینطورن ها، همه همینطور. همچی میره کنار ذریح آقا سید و شهدا میسته، همچی بقی ذریح حضرت رو در بغل میگیره که انه انس قدیم با آقا سید و شهدا داره. این انسی که با آقا سید و شهدا دارد زائر، این انسی که با آقا قمر بنی هاشم دارد زائر، برمیگردم سر حرف اول، تمام از او طرفه. آقاگی آقا سید و شهداست، کرم آقا سید و شهداست، لطف آقا سید و شهداست. انقدر با فقیر هم غذا می شود که فقیر برای خودش فکر میکنه کسی شد. حتی وقتی هم که میخواد به فقیر کرم کنه، از پشت در دست مبارکش رو فقط بیرون میبره. که سوال پرسید آقا چرا بیرون نیامدید؟ فرمودن ترسم چشمت به چشمم بیفته و خجالت بکشی از سوالت. این طور انیس، اگر کسی تو عالم شبیه و نظیرش رو داره رو کنه. اینجا جاییه که واقعا ما که عرض میکنم شیعه، یعنی واقعا حل من مبارز میطلبی تو این فراز. اگر کسی مذهبی گروهکی نمیدونم دارد نظیرش رو کنه، نیست در عالم. به جود و کرم این آقا وجود نداره، به جود و کرم این حضرات وجود نداره. پس این خوبی توی خدا، این لطف و کرم و بزرگواری توی خدا باعث شده که من الان بیام در خونه تو ازت مسئلت کنم، مسئلت کسی که انس با تو داره، رفاقت دیرینه با تو داره. خدایی بیا امتحان کن، خدایی بیا امتحان کن. حالا بیرون از شما بینندای محترم اینا میگم که برسونید به کسانی که نیستن. شما که الحمدلله اهل عبادت و مناجات های خاص هستید و نوش جانتون، ولی کسی که تو این وادی نیست یک بار امتحان کن. بلند شه دل شب، وضو بگیره، سجادش رو پهن کنه رو به قبله، دو رکعت نماز بخونه، سرش رو به سجده بذاره. اگر اینی که من عرض میکنم رو حس نکرد، ادعو که آمنا و اسألو که مستعنسا، تمام انس رو اگر حس نکرد، هرچه میخواد رو نمیکن، تماس بگیره با برنامه، بگه من سجده کردم اونطور که تو گفتی ولی حس نکردم اون انسی که حضرت حق با من داره. محال ممکنه کسی یک قدم در درگاه الهی بردارد و انس حضرت حق رو نگیرد. تازه از انس یک قدم بالاتر میره، لا خائفن ولا وجلا، نه این که فقط با تو انس دارم، بلکه که انه اصلا از تو نمی ترسم، لا خائفن، هیچ خوفی ندارم که دارم با تو ملک کن.
با تو سلطان و با تو پروردگار سخن میگم، هیچ نگرانی ندارم. لا خائفن ولا وجل، فرقی هست بین خوف و وجل. عامیانه بخوام بگم، خیلی ساده بیان کنم، خوف ترس درونیه، وجل اون رعشه‌ای که گاهی به بدن میفته یه هولی میکنه، اون رو نزدیک به وجل. دقیق معنا نکردم، نزدیکش. نه خوفی دارم، یعنی نه از بعدش میترسم، نه الان که در مقام عبادت و مناجات هستم وجلانی دارم، هیچ هیچ. مدلن علیک فی ما قصدت فیه الیک، نه اینکه ترس ندارم، نه اینکه خوف ندارم، نه اینکه اونس با تو دارم فقط، نه اینکه امنیت دارم با تو، بلکه مدلن علیک، یقین دارم آن چیزی که من قصد کرده ام، اراده کرده ام، خواسته ام، تو میدهی. به 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 به، اینطور باید خواند. یقین دارم خدایا تو میدهی آنچه که میخواهم. فان ابطا عنی عتبت بجهلی علیک، ولعل الذی ابطا عنی هو خیر لی لعلمک بعاقبت الامور. خدایا من یقین دارم تو به من میدهی آنچه که میخواهم، خدایا من مطمئنم تو به من میدهی آنچه که میخواهم، ولی اگر طوری شد و به من ندادی، آن حاجتی که قصد منه ندادی، آنچه که منظور نظر منه ندادی، عتب تو به جهلی، من جاهل بودم، من نفهمیدم، من ندانستم، عتب تو به جهلی علیک. ولعل الذی ابطا عنی هو خیر لی لعلمک بعاقبت الامور. اینو میگم برای کسایی که گلایه میکنن. البته من نمیگم، فراز دعای افتتاحیه که خودتون هر شب ماه مبارک رمضان زمزمه کردید و خوندید. عتبت به جهلی علیک ولعل الذی ابطا عنی هو خیر لی لعلمک بعاقبت الامور. من یقینم اینه، تو پروردگار من، تو ولی مطلق پروردگار من، توی کسی که پروردگار عالم از من خواسته است اگر با او کار دارم با تو سخن بگویم. اگر حاجتی رو به من ندادی، جهتش اینه که تو خدا میدونی عاقبت امور چیه، میدونی نهایتش چیه، میدونی سرانجامش چیه، و تو خیر من رو بیشتر از خودم میخواهی. دقت کن، تو خیر من رو بیشتر از خودم میدانی، لذا به من نمیدهی این حاجت رو. یعنی باز ندادن حاجتی که منظور نظر من بوده است، ندادنش هم خیر و لطف تو الهی است، چون تو میدانی چه برای من مفید است و چه مضر. بیارم پایین مطلب رو عامیانش کنم. تمام جوانهای 10-13 ساله پسر غالبا اینطوریه دیگه، میان پیش پدراشون و مثلا موتورسیکلت میخوان، خیلی ساده بگم موتورسیکلت میخوان، پدر هم در توانش هست که برای او موتورسیکلت تهیه کنه، ولی کدوم پدر عاقلی برای جوون نوجوون 10 ساله 9 سالش موتورسیکلت میخره؟ کی میخره؟ اگر پدر این کارو کرد، عموم مردم به او میگن تو عاقلی؟ نه دیگه، چون میدونه گرفتن این موتورسیکلت برای این بچه 10-9 ساله واقعا جفای به این بچه است، واقعا جفای به این بچه است، این بچه خودش رو نابود میکنه با این موتور. یه مثال دیگه بزنم، بچه های کوچیک رو دیدید شما؟ گاهی وقتا یه کارد میوه‌خوری هم دستون باشه، این بچه میخواد کارد میوه‌خوری از دست پدر یا مادرش بگیره. کدوم پدر و مادر عاقلی کارد میوه‌خوری رو دست بچه 2-3 ساله میده؟ هرچه این بچه گریه بیشتر میکنه، اون پدر و مادر بیشتر بهش میگن نه.
این عبارت اشاره به این مطلب دارد. لعلم که به عاقبت الامور، خیلی از حاجتهایی که ما از درگاه الهی، درگاه الهی که عرض میکنم حضرات معصومین، درگاه الهی باب الله حضرات معصومین هم. 14 نقطه، 14 نقطه که اصل و فرعشان 1 نقطه است. تمام این حوائجی که ما میخوایم حضرات اهل بیت عاقبتش رو میدونن. خیلی از حاجتهایی که ما میخوایم عاقبتش برای ما خوب نیست، حقیقتا خوب نیست. چند نفر رو شما دیدید که زمانی حاجتی خواستن یا برای خود شما شاید پیش اومده از خدا خواستن و خیلی الهاح کردن، خیلی اصرار کردن که حضرت حق به آنها بدهد ولی نداده است. سالها که گذشته است، نه اینکه ناراحت نیستن از اینکه حاجتشون روا نشد، بلکه خوشحال هستن که اگر اون حاجت رو به من داده بود وای که چه به سرم آمده بود. این نکات رو دقت کن، عرض کردم این چند لحظه رو برای کسایی میگم که گلمندن. آقا ما نشستیم، توسل پیدا کردیم، نماز حاجت خوندیم، 40 شب زیارت عاشورا خوندیم، ولی اون حاجت رو ندادیم. دقت به این مطلبم کردی؟ لعلم که به عاقبت الامور، حضرت حق عاقبت امور رو میداند و آنچه که به ما میدهد یقینا بر سر لطف است. داده و نداده او را شکر. قدیمی ها میگفتن اینا، خدایا داده و ندادت را شکر. میام برنامه ببینیم و بعد عمری به گریه خواندم از سوز دل خدا را، عمری به گریه سوز دل خدا را، شاید دمی ببینم آن روی مایی که بر جمالش تاب نگاه ما نیست، آیا شود نوازد با یک نگاه ابن الحزن. ابن الحزن صلى الله عليك يا مولاي يا ابو عبد الله. این چند قدم رو به نیابت همه شما بیننده های محترم دارم برمیدارم بین الحرمین، که انشاءالله شما به زودی بیاین بین الحرمین و اینجا قدم بزنید. عرض کردم روز 8 روز علی ابن مسرزا صلوات الله علیه یا ابا الحسن یا علی ابن مسرزا، بیننده هایی که مشهد مقدس مشرف هستن ما رو یادشون نره، تو حرم علی ابن مسرزا حقیقتا ما رو یادشون نره، هم ما و هم بیننده های محترممون رو. پس نکته آخر این که اگر از درگاه کریمی چیزی خواستیم و به ما نداد، حسب مصلحت او میداند که عاقبت امور چگونه است. گاهی وقتا
خواسته های ما خودمون را از بین میبره، خواسته های ما خودمون را نابود میکند و او کریم است و لطیف است و خبیر، نمیگذارد که ما از بین برویم. بهتره برای همه دعاهامون طلبمون را کردیم در همون اونس این عبارت رو اضافه کنیم: مصلحت تو الهی، هرچی که به مصلحت توست به ما بده، مصلحت دنیا و آخرتم. لحظات پایانی برنامه امشب تکیه به حرمین رو دارم با هم سپری میکنیم. ممنون که یه شب دیگه ما را دیدید. انشالله که لذت برده باشید و انشالله تونسته باشیم آنچه که در خور مقام شما بیننده‌های محترم هست رو عرضه کرده باشیم. برای فرج خیلی دعا کن، برای فرج خیلی دعا کن. هر جا که هستید دستتون رو بلند کنید از سوز دل. اگر جایی هستید که الان زبان روزه‌ای هستید توی اقصا نقاط عالم، یا اگر جایی هستید که قبل از سحره، دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. التماس دعاء يا علي، خدا نگهدارك.